بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. بازدید وزیر انرژی و آب کشور از ساحه تنگی ولسوالی ورسج تخار. ملا عبداللطیف منصور میگوید امارت اسلامی تلاش دارد تا در تنگی ورسج یک بند آبگردان برای تولید برق بسازد. برگزاری سمینار 3 روزه برای منصوبین ریاست نظارت و تعقیب از فرامین و احکام تخار. برگزار کنندگان این سمینار میگویند که کار و فعالیت مسئولان و ماموران اداره دولتی را جدا تحت تعقیب و نظارت دارند. و خواستی مسئولان بدخشان از نهادهای خصوصی برای کارهای بیشتر در این ولایت. سلام و وقت شما بخیر. به داشته‌های خبری این ساعت از رادیو تلویزیون ملی تخار خوش آمدید. امروز شنبه 2 ماه عقرب سال 1402 خورشیدی برابر است با 24 اکتبر 2023 میلادی. مشروع خبرها با من اسد لازمره. با ساخت یک بند آبگردان و تولید برق در ساحه تنگی ولسوالی ورسج تخار، نیازمندی های باشندگان ولایت های شمال شرقی در بخش برق و زراعت مرفوع خواهد شد. ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب کشور در جریان بازدید از بنده های سروی شده کوکچه سفلا و تنگی ورسج تخار تاکید میکند با آغاز کار روی بند آبگردان افزون بر آبیاری 365 هزار جریب زمین 80 مگاوات برق نیز تولید میگردد که مشکل برق ولایت های تخار، بدخشان و کندوز رفع خواهد شد. همکارم شاکر رحیمی گزارش میدهد. ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب کشور هنگام بازدید از ساحه تنگی ولسوالی ورسج تخار میگوید آنان تلاش دارند تا کار یک بند آبگردان را به خاطر تولید انرژی و ذخیره آب در ولایت تخار آغاز نمایند. با گفته او این بند 75 متر ارتفاع خواهد داشت که با ایجاد آن 365 هزار جریب زمین در تخار و کندوز آبیاری و نیز 80 مگاوات برق تولید خواهد شد. جای خوب مناسب و آب شما میبینی بسیار خوب و وافر و برای بند بسیار مناسب جای است. ما میخاطر ما آمدیم که ببینیم از نزدیک مشاهده بکنیم. 80 مگاوات برق اینا تولید بکنه تخار و کندوز و اینا خو همه تقریبا با ولسوالی هم که برق داده شوه از دو ولایت خوب بالکل کفایت میکنه. از طرف کابینه به این توجه بیشتر صورت بگیره که معضله اجتماعی هر دو ولایت قندوز و تخار و بغلان به طور اساسی مرفوع بسازه. در این حال کارشناسان امور آب و باشندگان تخار میگویند احداث بند برق و آبگردان در تنگی ورسج نسبت به دیگر ساحات تخار اقتصادی تمام میشود و با عملی شدن این پروژه معضله کمبود آب در ولایت های تخار و کندوز حل و نیز در بخش تولید انرژی به خودکفایی میرسند. یک بندی است که بسیار به هزینه کم و عایدات زیاد داره که تقریبا 80 مگاوات برق تولید میکنه که ولایت تخار و کندوز بدخشان را تحت پوش میگیره. برق خارجی به نفع ما نیست. هم پیسه ما را خارجی میبره، جیبای ما را خالی میکنه، هم آب ما را خارجی میبره. اگر بندی برق ورسج وزیر سیب آمدن دیدن سروی هم شده، اگر جور شوه هم به نفع مردم ماست، هم وضعیت اقتصادی مردم خوب میشه. گفتنی است ولایت تخار سرشار از منابع آبی بوده و بر اساس سروی در زمان حکومت سردار محمد داود خان منابع آبی آن توانایی تولید انرژی نیاز مردم افغانستان را دارا می باشد. اما با وجود این همه همین اکنون باشندگان آن از برق وارداتی کشور تاجیکستان استفاده می کنند. اداره عمومی نظارت و تعقیب از فرامین و احکامات رهبری امارت اسلامی افغانستان از کار و فعالیت‌های تمامی ادارات دولتی و خصوصی نظارت همه‌جانبه نموده و مسئولانی که در تضاد با فرامین و احکامات عمل نمایند با آنان برخورد جدی خواهد شد. مسئولان در لوی ریاست نظارت و تعقیب از فرامین و احکامات در پایان یک سمینار 3 روزه در تخار از اشتراک کنندگان میخواهند تا عرضه خدماتشان را برای مردم یکسان انجام داده و در کار و فعالیتشان قانون و عدالت را جدا در نظر گیرند. جلال سنا با جزئیات بیشتری گزارش. پایان یک سمینار 3 روزه برای کارمندان ریاست نظارت و تعقیب از فرامین و احکام در تخار. این سمینار به منظور ارتقای ظرفیت و بلند بردن سطح علمی کارمندان این اداره از سوی لوی ریاست نظارت و تعقیب از فرامین و احکام کشور را اندازی شده است. در طول ندا خواهش که او چه دوستان و زمان در همکاران و سر زمان در ناظرین و سر پر پر همکاری کوی زکر در یول دلوی مقصد دفاره در لوی ریاست در دیتاسیس سوی.
رئیس نظارت و تعقیب از فرامین و احکام در وزارت دفاع ملی میگوید فعالیت های تمامی ادارات دولتی و خصوصی تحت تعقیب اداره آنان قرار دارد و با مسئولانی که در تضاد با فرامین و احکامات زعیم امارت اسلامی کار کنند با آنها برخورد قانونی و جدی خواهد شد. نظارت دوامدار از اجراءات همه اداره به دوش کارمندان این اداره است و ایضاً تعقیب فرامین و احکام و هدایات امیرالمومنین حفیظه الله به دوش کارمندان این اداره است و بعد در مرحله اخیر جوابدهی به مقام امیرالمومنین حفیظه الله مسئول درجوان این اداره است. در این حال شماری از مسئولان محلی تخار و اشتراک کنندگان در حالی که برگزاری این سمینارها را به خاطر توانمندسازی کارمندان اداره نظارت و تعقیب از فرامین و احکام تخار مؤثر عنوان میکنند، اما تاکید دارند نظارت جدی از ادارات دولتی باعث عرضه خدمات بهتر و جلوگیری از قانون شکنی خواهد شد. آن میتیم که دوستایی که از ریاست نظارت به خاطر نظارت یا به خاطر تعقیب فرامین در اداره های ما مردم می آید به انداز وست انشالله همراهشان همکاری کرده ایم و بعد از هم انشالله می کنیم. بعد از لغو اداره لوی سارمولی ریاست نظارت تعقیب و فرامین امارت اسلامی افغانستان جدیدن ایجاد شده که یک اداره نو تأسیس بود و به خاطر ارتقای ظرفیت کارمنداش سمینار سه روزه که دیجا برگزار شده بود واقعا یک سمینار آموزنده و عالی بود. گفته نیست پس از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان اداره لوی سارنوالی کشور به اداره لوی ریاست نظارت و تعقیب از فرامین و احکامات تبدیل شده است و منصوبین این اداره عمل کرده مسئولان و همچنان تطبیق فرامین و احکامات زعیم امارت اسلامی را در ادارات دولتی و خصوصی نظارت می نمایند و این اداره در راستای کاری از صلاحیت های ویژه برخوردار است. با اکنون توجه فرمایید به خبرهای کوتاه. قماندان امنی ولایت تخار با شماری از مسئولین امنیتی در تازه ترین سفرش به ولسوالی نمکاب این ولایت رفت. دفتر مطبوعاتی پلیس تخار هدف از سفر مولوی ضیاءالحق حامد به این ولسوالی را دیدار تعارفی با مردم و نظارت از اداره قماندانی امنی نمکاب و رسیدگی به مشکلات و چالش های منصوبین پلیس این ولسوالی عنوان کرده است. جلسه اداری قماندانی امنیه تخار تحت ریاست مولوی ضیاءالحق حامد و با حضور منصوبین این اداره تدبیر گردید. آقای حامد در این جلسه پیرامون مصارفات بیجان، نظم و نظافت در شعبات پلیس، پابندی پرسنل به حاضری و اجراءات به موقع پلیس صحبت نموده، از تمامی منصوبین قماندانی امنی تخار خواست تا به هدایت رهبری پلیس عمل نموده و هیچ کس حق ندارد در امورات کاری شخصی دیگری مداخله نمایند و همچنان به همه مسئولین امنیتی هدایت سپرد که در قسمت تامین امنیت شهروندان تدابیر لازم مانند گزمه، پیره و چک پوینت های امنیتی را به صورت دوامدار اجرا نمایند. جلسه کمیسیون تنظیم شهری با ریاست شاروالی تالقان برگزار کردید. در این جلسه قاری نقیب الله شاروالی تالقان و اشتراک کنندگان پیرامون دستفروشان سیار پیش برآمد دوکاکین و توقف بیجای وسایل در پیاده‌روها و سرک‌ها صحبت نموده. پس از پایان جلسه عملا کار پاککاری شهر تالقان را از وجود موانع دستفروشان و توقف بیجای وسایل در پیاده‌روها و سرک‌ها آغاز نمودند. همچنان شاروالی تالقان از دکانداران و دستفروشان شهر تالقان خواست است تا از گذاشتن اموال اجناس و توقف بیجای وسایل در پیاده‌روها و سرک‌های عمومی جدا جلوگیری نمایند. در غیر آن با متخلفین برخورد قانونی و جدی خواهد نمود. خبرهای ولایتی. در جلسه انکشافی که با حضور والی و رؤسای ادارات دولتی و مؤسسات مقیم بدخشان برگزار کردید، روی پیشرفت کار پروژه‌های ناتمام و عرضه خدمات صادقانه برای باشندگان این ولایت تاکید صورت گرفت. در این جلسه نیز از مؤسسات همکار خواسته شد فعالیت‌های یک ساله خود را ارائه کنند تا دیده شود چقدر کارهای مؤثر و ارزنده را برای رفاه مردم و بازسازی بدخشان انجام دادند. سید وجه‌الدین سادات گزارش می‌دهد. تأکید جدی والی بدخشان بر پیشرفت کار پروژه‌های ناتمام و عرضه خدمات صادقانه به مردم. والی بدخشان در جلسه انکشافی ولایت از ادارات دولتی و مؤسسات همکار خواست تا قبل از فرارسیدن فصل زمستان فعالیت‌های خود را در مرکز و ولسوالی‌ها تسریع ببخشند و خدمات ارزنده و بنیادی را برای باشندگان این ولایت انجام دهند.
اگر از شهر بیرون میشی سعی میکنی که چه سرکار چطور است، اسپتالا و کلینیکا چطور است، مکاتب چطور است، مدارس چطور است. فکر میکنی که در بدخشان موسسه نیست. ما همیست که باید در همی کار اخلاص شوا، به اخلاص کار شوا او کاری ما شما معلوم شوا. در جلسه انکشافی روی پیشرفت کار تحکیماتی و دیوار استنادی شورای فیض‌آباد کشم، جاده شفاخانه، ترمیم سرک ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد و دیگر پروژه های عامل منفع بحث و تصامیم لازم صورت گرفت. امسال در حدود 114 میلیون بودجه تقریبا در چند اداره که ما یادآوری کردیم برای بدخشان در نظر گرفته شده است. اما علاوه بر این پروژه‌ای که شامل سند بودجه است جناب وارث، ما چندین پروژه انکشافی دیگر هم داریم از ادارات ادارات تطبیق میشه که باید گزارششون رو بار بر ما شریک کند. این پروژه مزایای زیاد داره، مثلا به خاطر تحکیم سرک فیض آباد کشم، به خاطر جلوگیری از انحراف ترافیک ها از این مسیر جور میشه. علاوه از این پروژه تقریبا 200 نفر کارگر ماهر و غیر ماهر زمینه کار فراهم کردم. افزون بر موارد ذکر شده از مؤسسات امداد رسان مقیم بدخشان خواسته شد تا فعالیت های یک ساله خیش را طی جلسه بیان نموده و نیز از برنامه های کمک رسانی که در سال آینده روی دست دارند گزارش را کنند تا دیده شود چقدر نقش در کاهش فقر و انکشاف و آبادی بدخشان دارند. بیت المال در نظام اقتصادی اسلام از جایگاه ویژه برخوردار است. حراست و حفاظت از بیت المال سیر تکاملی انسان به سوی سعادت و معنویت و قرب الهی را بیشتر می سازد. موضوعی که از سوی مسئولان در مرکز تعلیمی پلیس تاکید شده است. وسایط دولتی که متعلق به بیت المال است باید از آن استفاده درست صورت گیرد. همکارم گزارش می دهد. افغانستان اسلامی امارات خدمت کن. حفاظت از بیت المال و قواعد رانندگی را پس از 15 روز فرا گرفته و دانستند که حفاظت از بیت المال سیر تکاملی انسان به سوی سعادت و معنویت و قرب الهی است. با این حال شاملان این دوره آموزشی خود را متحد بر تطبیق قواعد رانندگی و حفاظت از وسایط نظامی می دانند. در حادثه برکتی حادثه تا څنګه رسیدگی وسی او څه برخورد ملت سره وسی او څه برخورد مجروحین سره وسی څه برخورد موټروان سره وسی دغه برکه لله الحمد موږ ته د امارات مسولین او کوم مسولین موږ ته معرفي کړو غو موږ ته ډیر ښه زده کړې راکړې دا چې نظری او عملی زده کړې مو کړې نو په ځان کې ان شاء الله مثبت بدلون وینو او پاینده کې به ملت لپاره او د نظام لپاره تعهد کوو چې دا څه مو چې زده کړو دا په مثبت ځای کې کارو. مسئولان در مرکز تعلیمی پروان میگن که در نخستین دور فراغت منصوبان امنیتی ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنچر برای آنان موضوعات فنی، تکنیکی، قواعد رانندگی و حفاظت از وسایط دولتی آموزش داده شده است. موتور یا وسایل چه روزانه چلیگی دیتا مسلکی توپ پکار ده. آسی نیی چه دغا وسایل تا دیرو بلی دلی چه غیر مسلکی موتاروان بنی بس جلو تا بجگی گی دغا وسایل با بیزای استفاده کهی د دې مخنیوي په خاطر باندې داسې کورسونه دایر سول. آینده ته انشاءالله خو لازم چې راتلونکي کې به دا انټرنیشنل نور غټ غټ وسایطو چلونه ورښودل کېږي او دلته به همدارنګه د نورو درسونو کې پیشرفت ورکول کېږي او موږ انشاءالله همدګي ورته لرو. افزون بر این مرکز تعلیمی و تربیوی پلیس پروان ده ها تن را در دوره های مختلف از آموزش های تکتیکی، تکنیک اسلحه خفیفه و ثقیله و همچنان برنامه های عقیدتی بهره‌مند ساختند. شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون ملی تخار، این بود داشتای خبرین ساعت که من از عبدالله زمره تقدیمتان کردم. تا خبرهای بعد خداحافظ و ناصرتان باد.